واکنش چهره های سرشناس در پیوند و مناظره دیشب آریانا و غیابت اشرف غنی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، در پیوند و مناظره دیشب آریانا می نویسد: با عرض سلام، در مناظره یک جانبه شب گذشته، آنانی که مشوره گریز از مناظره را برای رئیس جمهور داده بودند، عوض خدمتگزاری جفای بزرگی را با آقای غنی روا داشتند. رئیس جمهور با گریز از مناظره چانس بزرگ تاریخی را از دست داد. اما دکتر عبدالله عبدالله باید از این چانس استفاده های زیادتری می نمود که انصافاً کمتر نمود. به عقیده من بهتر می بود تا عبدالله عبدالله نیازمندی ها و فاکتورهای مورد بحث را دستبندی می کرد. ضعف های رئیس جمهور را نشانی و طرح‌های خود را بیان می کرد. اول باید از ضرورت امنیت و کمبودی های سرقماندان اعلی را نشانه می گرفت که باعث تلفات شده است، و بعد طرح‌های امنیتی به همین ترتیب از اقتصاد، فساد مالی، اخلاقی و دستبردهای نزدیکان رئیس جمهور را از الف تا یا افشا می کرد. به همه حال باز هم نسبت گریز رئیس جمهور عبدالله برگه برنده داشت. برخلاف پیشبینی های قبل از کمپاین، چانس پیروزی آقای غنی بعد از این مناظره کمتر است، ولی نتیجه و برآمد از همین حالا قابل قبول نیست. دیده شود بعد از انتخابات چه نظامی روی کار خواهد آمد. بشیر احمد قاسانی، روزنامه‌نگار تلویزیون یک، می نویسد: مشوره مفت به دولت ساز. موضوع مناظره دیگر قابل دفاع نیست. هر گونه قطار کردن کلمات و نوشتن مطالب در باب مناظره برای تغییر افکار عامه و خاموش کردن مخالفانتان کمک نمی کند. در چنین وضعیت اساس که میدان را به حریف واگذار کرده اید، به جای دفاع از مناظره سوژه را تغییر دهید و موضوعات و مباحث زیاد را به میدان بکشید. اما جنرال دوستم روی صفحه فیسبوکش یکی از ویدیوهایی را به نشر رسانیده که در آن عبدالله عبدالله میگوید در مناظره با ما استاد شده نمیتواند، در میدان رقابت هم نمیتواند، این اولین گریز رئیس جمهور است. در این ویدیو جنرال دوستم چنین نوشته است: یک ویدیو کلیپ کوتاه ارسالی یک هموطن عزیزمان تقدیم خوبان و هواداران تیم قوی پرخود. یک ویدیو کلیپ کوتاه ارسالی یک هموطن عزیز ما تقدیم یک ویدیو کلیپ کوتاه ارسالی یک هموطن عزیز ما تقدیم خوبان و هواداران تیم قوی و پرقدرت ثبات و همگرایی. پیروزیتان پیش از پیش مبارک باد. اما امرالله صالح روی صفحه فیسبوکش می نگارد: بهترین پیروزی آن است که به جنگ به دست آید. عدم اشتراک در مناظره یکی از بهترین تصامیم رئیس جمهور افغانستان بود. او گذاشت مردم ببینند که آیا دکتر صاحب عبدالله عبدالله به غیر از شکایت و گلایه برای ایجاد امید و تعیین مسیر برای کشور دارد یا نه. او می توانست با یک جمله غیابت رئیس جمهور را انتقاد کند و بعد بپردازد به توضیح و تشریح دیدگاه خودش. فرصتی که محاسبه شده بود برایش مهیا شده بود توسط خودش برباد رفت. فرض کنیم هرچی که دکتر صاحب عبدالله در ارتباط با رئیس جمهور میگوید درست است، مگر بهتر نبود او در اولین ماهای حکومت با صراحت و شجاعت سیاسی در محضر ملت حاضر میشد و راهش را جدا میساخت؟ او شعار زد تقلب سر میدهد. فرض کنید تقلب در راه است، اما استراتژی و عملیاتی سازی این شعار چیست؟ چون ثبات و همگرایی به غیر از ادبیات کنایه، روایت یأس و ستیزه ناشی از تجرید چیزی برای گفتن ندارد. تیم دولتساز امروزه در محضر مردم است و ما صدها شیوه و راه در اختیار داریم تا پیام وحدت، صمیمیت، همدلی، امید و مهمتر از همه اراده مستقل و با اصول خیش را به آنها برسانیم. این ما بودیم که به کودتای سفید نگفتیم و نگذاشتیم یک جمع کوچک اراده ملت را زیر پا کرده و با طالب سازش نماید.
سازشی که بغیر از دولت چیزی برای مردم برمغان نداشت. این ما بودیم که حقانیت مقاومت را یک بار دیگر به اثبات رسانیدیم و در طرح آقای نقطه نقطه خود را زمیمه یا پایدان کشال نساختیم. این ما بودیم که اعتقاد به انتخابات را در برابر دسایس بزرگ که ابهام ایجاد کرده بود روشن ساخته و نهادینه کردیم. این که تیم‌های عریف هنوز در هیچ ولایت افغانستان حضور ندارند، این است که فکر می‌کردند در طرح آقای نقطه نقطه زمیمه یا پایدان کشال جا خواهند یافت و رجوع به مردم را نیاز نمی‌دیدند. این قصه دراز است و در فرصت بعدی به آن می‌پردازم. اما قبل از آن باید گفت که تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تیم دولت‌ساز 70% آرا را با خود دارد و 30% باقی مانده میان 16 تیم دیگر تقسیم شده است. در میان آن 16 متباقی و غیره عبدالله رای بالا دارد. حریف خیش را در این میان جستجو نماید با حرمت. این در حال است که روز گذشته تیم دولت‌ساز با نشر یک اعلامیه از تعویق انداختن مناظره محمد اشرف غنی با عبدالله خبر داده است. با گزارش سپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس تکت انتخاباتی دولت‌ساز از شرکت در بزرگترین مناظره انتخاباتی با عبدالله رئیس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به تاریخ 23 سنباله خودداری کرد. دولت‌ساز با نشر اعلامیه نوشته است: مردم افغانستان در 5 سال گذشته دیدگاه ها، برنامه ها، تخصص، توانایی، رهبری و مدیریت رهبری تیم دولت‌ساز و همچنان جناب دکتر صاحب عبدالله را در مسائل ملی و بین المللی شاهد بودند و در این رابطه قضاوت هایشان را دارند. هدف اصلی مناظره ها دسترسی مردم به معلومات برنامه محور می باشد. مردم افغانستان طی 5 سال گذشته با کارکرد و نظریات دکتر صاحب عبدالله آشنایی کامل دارند. توقع مردم ما این بود که حداقل در زمان کارزارهای انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله برنامه های منسجم خیش را به مردم ارائه نمایند، که چنین نشد. اما قسمی که مردم شریف ما شاهد هستند در مصاحبه ها و سخنرانی های مرتبط به کمپاین دکتر صاحب عبدالله در مورد راه نجات افغانستان کدام برنامه و نظر جدی و جامع مطرح نشده است. مردم افغانستان حق دارند تا در مورد رهبران خود در روشنایی برنامه ها و دیدگاه های واضح و مفصل قضاوت نماید. گرچه مناظره دریچه بسیار کوچک را برای توضیح این برنامه ها فراهم می کند، اما متاسفانه دیده می شود جناب دکتر صاحب عبدالله بیشتر به موضوعات فاقد محتوا پرداخته، اخلاق مبارزات انتخاباتی را رعایت ننموده و تمرکز بیشترشان را بالای بحث‌های شخصی و اتهام زنی‌های بی‌بنیاد فردی قرار داده است که نشان دهنده برخورد سطحیشان در قبال مسائل ملی می باشد. بنابراین تا زمانی که دکتر صاحب عبدالله دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را جهت فرصت دادن به مردم توضیح ندهد، تیم دولت‌ساز تصمیم گرفته تا آن زمان مناظره را به تعویق بیندازد. این در حالی است که عبدالله در محفل برگزاری مناظره حاضر شده است و به تنهایی به سوالات برنامه جواب ارائه می کند و مناظره به شکل یک طرفه جریان دارد. به گفته گرداننده این مناظره، مسئولان تشریفات ارگ ریاست جمهوری و تیم امنیتی رئیس جمهور غنی تا آخرین لحظه قبل از آغاز مناظره نیز در محل برگزاری این برنامه حضور داشتند، اما به یک بارگی محل را ترک گفتند و اشتراک رئیس جمهور غنی در این مناظره را لغو کردند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.